سلام بچه، چطورید؟ خوش اومدید به یه ویدیوی جدید و باحال. میخوام یه سری جدید رو شروع کنم، ایده های خفن برای اتاق گیمینگ، چون خودم قصد دارم که اتاق گیمینگ بسازم. دنبال ایده بودم، دنبال این که مثلا از چه طرحی استفاده کنم، چیکار کنم، چجوری مثلا یه اتاق گیمینگ خفن درست کنم، و این ایده به ذهنم رسید که بیام و این طرح رو با شما به اشتراک بذارم. امروز سه تا ایده خفن برای ساخت اتاق گیمینگ که میتونید ازش استفاده کنید و فرقی نداره چقدر بودجه داشته باشید، من بهتون میگم چجوری میتونید با بودجه کم یه اتاق گیمینگ خوب بسازید. پس امیدوارم که از این ویدیو کلی لذت ببرید، کلی حال کنید و کلی عشق کنید. حتما برای حمایت از من این ویدیو رو لایک کنید، چانل رو سابسکرایب کنید و اگه نظری چیزی داشتید برام تو قسمت کامنت ها بنویسید. بدون معطلی بریم سراغ ایده اول. میریم سراغ ایده اول که ایده خود منه، یه ایده خیلی باحال برای ساخت اتاق گیمینگ. ما اینجا سه تا کمد کشویی داریم که نمیدونم دقیقاً اسمش چیه، اگه اشتباه گفتم بهم گیر ندید. خیلی جالبه ولی خب خیلی گرونه، جوری که من فهمیدم گرونه و به درد زیاد نمیخوره، البته برای کسی که بودجه داره میتونه خیلی انتخاب خفنی باشه. ولی سه تاست و یه میز خیلی بزرگ که روی این سه تا قرار میگیره. ما یه میز بزرگ داریم که پایه جدا میگیریم و براش نصب میکنیم که این ایده خیلی باحاله. اینا هم پایه هایی هستن که روی این قرار میگیرن و در آخر میز روی این همه این چیزا قرار میگیره. خب این پایه ها رو هم نصب میکنیم. خب ببینید چقدر اینجا جالب شد. اون میزا که میبینید بالاهاش، یعنی اون چجوری بهتون بگم، همون سطح صاف جدا خریداری شده، کشوها جدا خریداری شده و پایه ها جدا خریداری شده. یعنی اینکه یک میز آماده نگرفته، میز رو یه جوری سرهم کرده و خیلی ایده جالبیه که سه گوش اتاقه. من مثلا میتونم این پشت این ایده رو پیاده کنم. حالا ایده من چیه؟ میرید نجاری و یه میز بزرگ سفارش میدید بدون پایه، یعنی همون سطح بالایی، مثلا 60 سانت در 2 متر تقریبا. اوکی، دو تا سفارش میدید و میارید. پایه جدا توی دیجیکالا هست و قیمت زیادی هم نداره. میگیرید پایه رو بهش وصل میکنید و سه گوش اتاقتون یه میز دارید با یه قیمت حدود مثلا فوقش مثلا 300 الی 400 هزار تومان، دقیق نمیدونم، حالا بستگی داره بخواید از چه جنس چوبی استفاده کنید که اون خودش متفاوته، ولی میتونید مثلا سه گوش اتاق رو یه میز درست کنید با یه قیمت فوق العاده اقتصادی و من میخوام این کارو بکنم. خب ما یه میز سه گوش داریم، کشوها داریم که متاسفانه کشوها رو واقعا نمیشه تهیه کرد، البته برای کسی که پول داره و بودجهشو داره میتونه که تهیه کنه و یه ایده فوق العاده است، و دو تا پای مانیتور که پای مانیتور هم بیخیال. خب تا اینجا خیلی خفن شده. اوکی they are both just about 79 inches long or 274 inches depending on where you live and as you can see on this side but اینم پایه‌اش four legs just cuz I believe their weight limit each was between 25 and 30 pounds each and this desktop already weighs a lot so خب مانیتورم که دو تا مانیتوره و به پایه مانیتورا وصل میشه و خیلی هم به دیوار نزدیکه و این خوبه، باید کاملا به دیوار نزدیک باشه. اوکی حالا ما اینجا یه مبل داریم، یه مبل کوچولو که به نظرم میتونه خیلی مفید باشه. حالا باید پنلا رو نصب کنیم. پنلا بخش مهم میشه که برای دیزاین و خیلی جذاب، برای همین از سوزن استفاده میکنه مثل من تقریبا. اوکی پنل سفید مشکی داریم که همونطور که گفتم من اینقدر گشتم توی دیجیکالا ولی نتونستم پنل سفید خوب پیدا کنم. ممکنه مثلا برم مغازه‌ای که لوازم استودیو این چیزا میفروشن شاید بتونم پیدا کنم، ولی خب نیست، فکر میکنم، البته شاید من اطلاع زیادی ندارم، ولی خب پنل سفید سیاه میتونه خیلی جالب باشه. و
و اینجوری تو دیوار نصب میکنی که مثلا من اینجا نصب میکنم، اینجا دقیقا همینجا. ببینید حالا ما میزا رو داریم که سه گوش قرار گرفته، پنلا که تو دیواره و حالا پشت مانیتور هم حالا RGB میشه، خیلی جالب میشه. I don't know how well you can see on camera, but some of these push pins, they do kind of stand out a little bit. خب، حالا بریم سراغ RGB ها. پشت مانیتورا RGB میخوره. ولی این داداشم خب پشت میزا رو RGB نکردی، به نظر من اگه پشت میزم RGB کنی میتونه خیلی جالب باشه. و یه صندلی خفن. DX Racer. And I feel like a lot of people like to hate on DX Racer chairs. I just think they expect them to be. خب در نهایت به این میرسیم، یه شاهکاری که واقعا من ازش خوشم اومد و به نظرم در این جمع و جور بودن خیلی خفن و باحاله. اگه من اتاق گیمینگ بسازم 100% این شکلی میسازم، خیلی جالبه. مثلا ببینید این ور میز دارید، این ورم یه میز خیلی بزرگ دارید، یعنی کلی فضا دارید، فضا خیلی زیاد میشه و این خودش یه آپشن خیلی بزرگه. خب بریم سراغ آیدیای دوم. خب بچه‌ها آیدیایی که قبلا دیدیم یه آیدیای مثلا تقریبا ستاپ مشکی آبی بود، ولی این آیدیا یه آیدیای مثلا قرمز نارنجیه. اینجوریه، یه مانیتور افقی، یه مانیتور عمودی، کیس و یه میز، پشتش هم پنل خورد. اوکی ببینید یه ستاپ ساده، ولی مثلا ببینید اون میز کشویی هنوز هست، پنلا پشتش خورده و مثلا اینجا پای میکروفون داریم که اونجا نداشت، جالبه. ولی اینجا خب ما خیلی فضای کمتری داریم نسبت به اون، من ترجیح میدم اون رو داشته باشم و فضام خیلی بیشتر باشه. اوکی ببینید این دقیقا همون میزه که خیلی ازش استفاده میکنه و 59 دلاره، 74 اینچش، یعنی دقیقا همونی که تو ویدیو قبلی دیدیم، دو تا از این استفاده کرده بود، یعنی 2 تا 59 دلار و خیلی هم جنس خوبی داره. ببینید ما مثل ویدیو قبلی دو تا پایه داریم که یه گوشه این ببینید پایه میخوره و اونورش هم اون میزکشاییه میخوره. این هم میتونه واقعا ایده جالبی باشه. خب پایه ها رو نصب میکنیم که خب ما به خاطر اینکه تو ایران زندگی میکنیم خب تنوع چیزهای مختلف نداریم، مثلا میزکشویی های زیادی نداریم، اینجور چیزا نداریم. مثلا من دنبال پایه که میگشتم توی دیجیکالا، خب پایه های زیادی تو دسترس نیست و محدودیت داریم، ولی خب میتونیم با همونا هم یه چیز خفن درست کنیم. اوکی ببینید حالا کیس اینم حس میکنم پایه میکروفونه باشه، شاید او پایه مانیتوره، جالبه پایه مانیتور. پایه مانیتور کلن خیلی میتونه تأثیر خوبی بذاره اگه بتونید تهیه کنید، و البته برای یه مانیتور نه، اگه برای یه مانیتور هم خوبه، ولی اگه دوتا مانیتور داشته باشید پای مانیتور واقعا میتونه خیلی تاثیرگذار باشه. این سراحو به زیر میز پیچ کرد و کابل منیجمنت، وسایلی برای کابل منیجمنت که خب خیلی میتونه تاثیرگذار باشه. کابل منیجمنت واقعا مهمه. ببینید مثلا همه سیما رو دونه دونه میتونید رد کنید و یه مدیریت خوب داشته باشید. ببینید چقدر باحال، چقدر تر و تمیز میشه کار. اوکی بچه ها در نهایت به این میرسیم که میتونه ستاپ خفنی باشه. ببینید کلا توی این ایده های خوبی و چیزایی که دیدم همه ستاپ گیمینگ خوب درست میکنم، دیدم که هیچ کس میز آماده نمیگیره و اصلا مناسب نیست، و اینکه شما خودتون برید دنبال ساخت میز و مثلا پایه بگیرید، اون
صفحه صافه رو بگیرید، پایه بگیرید، کمد بگیرید، بذارید زیرش، خیلی میتونه بهتر باشه تا اینکه برید و یه میز آماده بگیرید، که من اینو ازش فهمیدم و قبلا نمیدونستم. این خیلی نکته مهمیه. خب بریم برای ایده سوم. خب ما قراره یه ستاپ خفن داشته باشیم. اوکی. خب ببینید اینا که کموداست و خب میز مثلا آماده از آمازون خریده و خب آمازون بهتون تیکه تیکه تحویل میده و شما خودتون باید سرهمش کنید، که خیلی خب جالبه، خیلی باحاله. مثلا این یه کمد تقریبا آماده بوده و خودش نرفته درست کنه، ولی خب سرهمش کرده. کلن کشو داشتن خیلی توی یه ستاپ گیمینگ تاثیر داره، میز کشویی برای مثلا جای زیاد کلن خیلی مهمه، که شما تو اتاقتون باید حتما اونو داشته باشید. اینم که همون میز خودمونه که RGBش هم کرد. اوکی ببینید چقدر خفن شد. من منظورم این بود، پشت میزو RGB میکنم و خیلی جالبه. حتما اگه اتاق گیمینگ میسازید و RGB میخواید بکنید، پشت میزتون رو RGB کنید، چون خیلی تاثیر خوب میتونه داشته باشه. اوکی پای مانیتور که بازم خیلی مهمه. خیلی خوب. یه مثبت RGB بزرگ. مثبت بزرگ کلن خیلی خوبه و مثبت کوچیک اصلا به درد نمی کنن. سعی کنید اگه مثبت میگیرید حتما یه مثبت خیلی بزرگ بگیرید. ببینید یه کیبورد و ماوس RGB، پایه مانیتور و مانیتورها و کابل منیجمنت که خیلی مهمه. کلا که داداشمون دو تا کیس داره. خب در نهایت میرسیم به این، یه چیز جمع و جور و در این حال خفن با یه پایه هدست، یه کیس باحال. I'll keep it real, let's make a deal. Buy you a meal if you just let me feel. Get out your heels, grab on the wheel. Back to my place at the top of the hill. Don't have regrets, I know what's next. She need a fresh, I'll be back in a sec. Look at the legs, don't make me beg. Back to the room, let me show you my bed. Touching on your body feels like taking on a drug. You got me feeling good, yeah, you got me feeling numb. Everything you do, I can't seem to get enough. You got me feeling good.